به نظرم ما خدا وقتی صحبت میکنیم باید دو تا موضوع رو از هم تفکیک کنیم، یکی بحث آفریدگاره، یکی بحث پروردگاره. آفریدگار حالا اینکه نمیدونم بیگ بنگ بوده یا چی بوده، من که دقیقا نمیدونم چی بوده، خب یا اصلا آفریدگاری بوده یا نبوده این رو نمیدونم، و خیلی هم به نظرم به حال ما اثری نداره که بوده یا نبوده. اون چیزی که مهمتر هستش برای ما به نظرم اون بحث پروردگاره، و پروردگار از این میاد که من حالا برداشت خودم اینه که چون ما به محدودیت آگاهی و توانایی انسان واقف هستیم و آگاهیم به این محدودیت و ناتوانی خودمون، دوست داریم که یک پروردگار باشه، یک کسی باشه که مراقب باشه، انگار که کسی انگار باید باشه. حالا این رو من در باور خودم به بحث فرگشت و کارما و تناسخ اینا گره زدم برای خودم، یعنی به چند علت. البته میگم این علت ها شاید برای دیگران خیلی قابل مثلا علل علمی نیستش، خب اما مسئله اینجاست که یکی این که فکر میکنم بحث علت و معلولی، خب نظام علت و معلولی من فکر میکنم درسته و بر اون اساس من فکر میکنم هر چیزی رو شما فکر کنید، من فکر نمیکنم یه چیزی یک موجودی مثل انسان انقدر پیچیده و با این توانایی هایی که داره، با این امکان رشدی که داره، بخواد مثلا همین که خاک میشه تموم میشه میره، یه ذره به نظرم معقول نمیاد. یه بحث دیگه اینه که اون بحث همون آگاهیمون به عدم محدودیت توانایی و آگاهیمون، اینم هستش که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، خب و در آینده هرچی که پیش میریم میبینیم که بیشتر میدونیم، و باز هم به جایی میرسیم که باز میبینیم هیچی نمیدونیم، هنوز خیلی چیزهای بیشتری هست که انسان بهش نرسیده. پس بنابراین میشه مثلا تصور کرد، حالا در تصور ما یکی از چیزها این باشه که اون بحث تکامل انسان و بحث تناسخ بتونه درست باشه. حالا همه اینها به نظرم در جامعه خروجیش معنی پیدا میکنه. ببینید توماس جفرسون یک ایده داره، یعنی یک نقل قولی ازش هست که میگه که اگه همسایه من 15 تا خدا هم داشته باشه به حال من فرقی نداره، مهم اینه که زباله هاشو در خونه من نذاره. خب ما در ارتباط با هم دیگه بیشتر بحث اون اتیک و مورالیتی هست به نظرم، نظام اخلاقی فردی و جمعی هست که باید رعایت کنیم، که حالا در پندارمون که نمیدونیم ما اگه به هر خدایی باور داریم یا نداریم به نظرم فرقی نمیکنه، مهم این است که در گفتار و بیشتر از گفتار در رفتارمون با هم بتونیم یه نظام اخلاقی رو شکل بدیم. حالا اینکه به هر خدایی باور داریم یا نداریم خیلی فکر نمی کنم خروجیش بیشتر موثره تا اینکه باور ما چی هست.